بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خداوند قادر متعال و با سلام و سلوات به پیشگاه حضرت ختم مرتبت و خاندان اسمت و تاهرین ایشان برنامه را آغاز میکنیم خدمت شما بینندگان گرامی هموطنهای نازنین فارسی زبانهای که هر جای دنیا هستید سلام عرض میکنیم احترام تقدیم میکنیم با برنامه به وقت بیداری در یک شب یکشنبه متفاوت و با یک برنامه نسبتا متفاوت خدمت شما هستیم امروز که شنبه بود دوازده قوس سه دسامبر روز جهانی معلولین هست ما به همین مناسبت ویژه برنامه تدارک دیدیم مهمان ویژه ای را دعوت کردیم در خدمت ایشان هستیم اجازه بدهید که شما را معطل نگذارم و بریم مهمان برنامه سلام علیک ارز کنم و خدمت شما با ایشان معرفی کنم جناب استاد جعفری سلام علیکم به برنامه به وقت بیداری بسیار بسیار خوش آمدید سلامت باشید بسیار خوشوقت هستم که در خدمت شما و خدمت تک تک بینندگان و شنوندگان نهایت عزیز و هموطنان نهایت گرامی خود در روز جهانی افراد دارای معلولیت از یک مکانی با تمام دوستا و تمام کسانی که در حقیقت با پدیده معلولیت دست به گریبان هستند و همه از عزیزان این روز را بر حال گرامی می داریم و سلام ویژه و مانده خاص دارم در خدمت شما هستیم بسیار سپاسگزار هستم بله من هم این روز گرامی می‌دارم و برای همه کسایی که به نوع دچار معلولیت هستند آرزوی سلامتی و زندگی سعادتمند و آرامی می کنم مخصوصا برای و تندارای نازنین خودم و شما مخاطبای گرامی برنامه مخصوصا شما اگر در خانه عضوی دوچار معلولیت دارید یا خودتان دچار معلولیت و توانیاب هستین این روز گرامی می داریم. خب من شما ایک ابتدا قبل از اینکه بحث شروع کنم گفتگو رو شروع کنم با با مهمان محترم جناب استاد جعفری یک معرفی مختصری در ایشان انجام شود گرچند که ایشان چهره شناخته شده ای هستند جناب محمد حسین جعفری هنرمند نقاش و فعال و فعال فرهنگی هستند و اولین کارآفرین در حوزه اشتغال معلولین چی در بین مهاجرین و چی در خود افغانستان هستند خب اجازه بدهید که گفتگو را با ایشان شروع کنیم خب جناب استاد جعفری سه دسامبر که امروز باشه روز جهانی معلولین هست این نام و این مناسبت از کجا و با چه هدفی ایجاد شده در حقیقت ما امروز فرصت شد که یک فرد معلول برای یک روزی که در افغانستان ما کمتر شناخته شده است و در سرزمینی که شاید بسیار از او افراد دچار افراد معلولی باشه که دچار معلولیت, معلولیت باشه و معلولیت هم خودتان اطلاع دارین که انواع و اقسام داره حالا بله. در بخش های مختلف ما وقتی گب از یک فرد معلول میزنیم افراد زیادی را شامل میشه و در حقیقت از نظر من افراد فرد یک فرد معلول دو نوع معلولیت داریم یک معلولیتی هست که به ظاهر یک فرد مثل من سری یک صندلی سری شیشته بله و یک سری افراد هست که معلولیتش دیده نمیشه و امکان داره که و او فرد در درون خود معلولیت داشته باشه نظر جسمی کاملا از نظر جسمی کاملا سالم باشه و ما گاهی وقتا ای گبره و ای باور دارم که بعضی اوقات یک فرد سالم به مراتب شاید یک معلولیت بزرگتر داشته باشه و او او فرد شاید او کسی باشه که ناندیشه فکر نکنه دوست. و یک انسان بد اخلاق باشه یک انسانی باشه که در درون خودش یک سفات صفات ناهنجاری ضد اجتماعی داشته باشه قطعا ما او فرد رو میگیم یک فرد است که در درون خودش یک معلولیت داره اما من یک فرد هستم که معلولی ظاهری است و مشاهده میشم در جامعه و قضاوت میشم و مورد توجه قرار میگیرم اما یک فردی که از این وضعیت عادی، آری هست، یک وضعیت سالم داره، اما در مورد سالم قضاو... سالمه, سالمه. اما شاید در جامعه ما، در عمل نتانه اونطوری که باید شایسته باشه درست. در رأس یک امور قرار گرفته باشه، در رأس کار کرد یک جامعه قرار گرفته باشه نتانه تصمیم صحیح بگیره برای مردم خود و برای جامعه خودش و برای خودش این فرد به نظر من یک معلولیت پنهان، معلول واقعی این فرد است برای یک معلولی که با یک شناسی مشخصی در وجود خودش است خب ما در از سه دسامبر گفتیم بل بل. سه قوس که ما امروز دوازده قوس, دوازده قوس ما امروز این روز را مجمع جهانی در سال 1992 بله. بر اساس نیازمندی ها و ضرورت های بعد از جنگ جهانی خب اتفاقاتی افتاد و افرادی بسیار زیادی معلول شدند که در اینجا ملزم شد که یک قانونی بیاید یک روزی را اختصاص بدن تا ذهنیت های مردم را و اذهان عمومی را معطوف بکنه سر یک سری افرادی که دوچار یک سری های جسمی است و او تصویب شد در مجمع جهانی بعد در سال 1999 تدوین شد تبدیل شد به یک قانون به یک منشور به یک منشور که از اونجا به بعد در همه جامعه جهانی موظف به رعایت یک سری مسائل در کشورهای خودشان شدن برای افرادی که دارای معلولیت هستند و در سال 2008 در حقیقت منشور حقوقی افراد دارای معلولیت در کنوانسیون حقوقی یک منشور تهیه شد که در اینجا تمام جامعه جهانی بر از متعهد شدند که این جریان به صورت رسمی در تمام ساختار حکومتی و نظامی و اقتصادی یک کشور یک سلسله قوانینی را در اونجا در حقیقت در منشور ذکر کردن چه به لحاظ وضعیت مطلوب دسترسی به امکاناتی که در جامعه جهانی بر حال برای همه میسر است در جذب و جلب در ادارات و همچنین نگاه های ویژه و مکان های ویژه و امکانات ویژه برای افراد در ملیت ای شد عطیق. که این داستان ادامه پیدا کرد و در جامعه بشری امروز ما در بعضی کشورها هیچ دیگه یه قانونی خاص یا یک بند خاص در قانون اساسی از و در جامعه از وایج نداریم تمام افراد معلول من نمونش میگم کشور سویدن یک کشوری است که امروز دیگه قانونی مخصوص ویژه معلولی ندار که بگه چون اونقدر شرایط مطلوب شده که یک فرد نابینا، یک فرد ناشنوا، یک فردی دارای ملویت اندام تحتانی و حتی کمتوانان ذهنی در او جامعه ملز... ایج امکانات خاصی حتی در اختیارشان نیست که بگیم اینا رو جدا بکنه دسترسی به چنان آسان شده برای هنوزی به منزله برابری در جامعه برزیوا اونا میتونن مثل سایر افراد در هر جای در مکانهای عمومی در پارکا در همه جا این فضا دسترسی دارد و از امکانات صحیح. شهری و حقوقی خودشون کاملا برخوردار است شما یک وضعیت مطلوب توصیف کردین که در واقع هدف از این نامگذاری بوده که جامعه جهانی و ملل متحد توصیه بیشتر خب سازمان ملل جنبه توصیه داره دیگه توصیه کرده و تشویق کرده که کشورها و دولتها و مؤسسه های مسئول به اون سمت حرکت کنه و یک بخشی از دنیا خودش به اونجا رسانده ولی که ما در کدام وضعیت قرار داریم انشاءالله ایره انشاءالله در ادامه برنامه میپردازیم و چی نکته خوبی را شما اشاره کردین در اول صحبت که چی بسا افرادی که به ظاهر سالم ولی اونا دچار معلولیت واقعی هستن و کسایی که ظاهرا نقد دچار نقص عضوی هستن به صورت نوع معلولیت انواع معلولیت جسمی و ذهنی هستن و ولی اینها انسانهای بسیار بسیار سالمی هستن و یک نمونهش جناب عالی هستین که پیش چی شما ششتین و ما وقتی که شما را میبینیم در واقع ما انرژی میگیریم ما از شما و روحیه میگیریم گرچه بخشی از مخاطبای ما شما را ممکنه بشناسه و از فعالیت شما به صورت عمومی فعالیت‌های فرهنگی شما و های هنری شما و مخصوصا فعالیت‌های شما برای توانبخشی به معلولان ممکن آگاه باشه ولی یک بخشی ممکنه خبر نداشته باشه به همین خاطر ما مشتاق هستیم که یک مقداری از از خودتان بگین این که اینکه شما معرفی کردیم شما را به صورت کوتاه که هنرمند نقاش هستید و ای کاش میشد که ما چند نمونه از این نقاشی شما را در این برنامه امکانش می بود که نشان میدادیم که نشد متاسفانه یعنی این کوتاهی و دیر جنبیدن از ما هست نه از شما یک مقداری حالا برای ما بگوین جناب استاد از هم فعالیت و میکنم. از توانایی هایتان خواهش میکنم من از اون زبانی که من خودم خودم حیث یک فرد دارای معلولیت شناختیم و دیدیم که یک تفاوت دارم بله و خیلی وقتا کسایی که در مثلا در افرادی که دارای نابینایی هستند و کم هستند یک،, یک زمانی تا یک مقطعه سینی هیچ متوجه نمیشن فکر میکنن تمام دنیا می قسم است ولی وقتی که کلانتر میشن من می توی محیط های آموزشی می انجای دیگه می کم کم او تفاوت خودش احساس میکنه و هر فردی چه آدم سالم باشه چه یک فردی دارای معلولیت زمانی میتونه دی جامعه یک فردی باشه که بتونه یک فرد مؤثر یک فردی که بشه زندگی خود را در حقیقت بله. مدیریت بکنه او ویژگی های توانمندی که در وجودش هست او رو پیدا بکنه قطعا افرادی که دارای معلولیت هست یک بخشی از توانمندی از او معلولیت را بسیاری ها شعاری گب میزنن من اصلاً با شعاری گب زدن نسبت به معلولین موافق نیستم که معلولین توانمند هستن کوی اراده هستند و فلان است نه معلولیت یک محدودیت است واقعیت باید بپذیریم بله که یک محدودیت کاملا اجتماعی است و مخصوصا برای یک معلول افغانستانی به شدت ای یک جای مثلا در یک جاهای دیگه در کشور دیگه ما باید واقع بینانه فکر بکنیم در کشور ما افغانستان بله یک سری قوانین نیامده یک سری برنامه ها نیامده یک سری زیر ساختای اجتماعی ما هنوز ناهمگون و ساخته نشده و در او بستر که من یک یک معلول افغانستانیستم قطعا شرایط ما و ریکاوری ما و خود مرا رساندن در او جامعه داره یک سری ویژگی هایست خیز. ما نمیتونیم الگو بگیریم که من نسبت به اول... ا... 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 معلولی فلان کشور فلان جا من معلولی افغانستم و امروز ببخشید استاد من معذرت خواهی میکنم اتاق فرمان میگه که کلیپ آماده این نشست میبینیم و باز برمیگردیم به ادامه صحبت ها و گپ های شما شما بینندگان عزیز دعوت میکنم به تماشا یک میان برنامه و وقفه کوتاه منشور سال 1982 سازمان ملل روز معلولان را برخواسته از نیازهای به حق افراد میداند داند که برغم محدودیت های حسی و حرکتی به دلیل برخورداری از جوهره انسانی باید همچون دیگران از امکانات رفاهی اجتماعی برخوردار شوند. حق بهرمندی از خدمات آموزش و پرورش، بهداشت، مسکن، اشتغال، امکانات تفریحی، و غیره همگی به عنوان موضوعات محوری در قوانین و آین نامه های مربوط به حقوق معلولان به شمار می آید. افراد سالم و توانمند جامعه باید بدانند که معلولان هرگیز نیازی به ترحم ندارند. هم نوعان سالم باید همواره را بکوشند تا کمبود موجود در معلولان را به صورت یک جریان طبیعی نشان دهند و کاری نکنند که این کمبود زندگی معلولان را از حالت طبیعی خارج کند و او را به فرد منزوی و جدای از جامعه تبدیل سازد. با بال شکسته پرکشیدن هنر است. به چشم طلوع عشق دیدن هنر است. خب هم، هم، همراهان گرامی و مخاطبای تلویزیون جهانی هادی مثبت 964 780 255 40 13 پول ارتباطی ما با شما خوبان هست و ما بسیار بسیار دلگرم هستیم به این همراهی پس حتما های خودتان درباره برنامه های تلویزیون جهانی هادی و مخصوصا این ویژه برنامه که به مناسبت 3 دسامبر 12 قوس روز جهانی معلولین تقدیم شما خوبان میشه با ما در میان بگذارین برمیگردیم خدمت مهمان عزیز و گرامی برنامه جناب استاد جعفری بله جناب استاد جعفری ما از شما پرسیدم که یک کمی بیشتر از خودتون بگین گرچن شما اون به صورت شاید دوست نداشته باشید ولی خب ما می, می که بیشتر بینندگان ما در جریان فعالیت های شما بیشتر قرار بگیره و بیشتر با شما آشنا شود همونطور که پیشتر عرض کردم که وقتی معلولی که بل. یک معلول افغانستانی ما اگر در افغانستان به دنیا آمدم خب انتخاب خودم نبوده قطعا با شرایطی که در اونجا هست ما باید بزرگ شو و ادامه مسیر زندگی بتون و تمام معلولینی که امروز صدای رو مشنون و قطعا و هم حرفایی برای گفتن دارن ای کاش امروز اتفاقی میفتاد که معلولین ما امروز گپ میزدن حداقل و اونها کسایی بودن که صدایشان شنیده میشد و شما به نمایندگی از اونها شما رو دعوت نمایندگی از یا دو... کوچیک همه هستم ولی اینکه گپی که من میزنم قطعا امروز گپ ما گپ معلول بغلونیست، نیست گپ ما معلول, معلول کابولی است و معلول بامیانی است و تمام معلولینی که امروز در افغانستان بسیار به یک شرایط بد زندگی میکنه اما به قول استاد که فرمودن با بال شکسته پریدن هنر است, هنر است. و ای که امروز ما با شرایط از که یک ناتوانی در وجود ما هست باور کنیم که زندگی ادامه داره و ای امروز فردی که روبروی شما امروز نشسته قطعا او هم دارای یک امکاناتی بسیار کلانه نبوده و یک امکانات برابری که بسیاری از معلولین ما و شما در افغانستان داره خب من خودم شخصا مسئولیت بخشی از هنرمندای خود در مجموعه خود دارم و شاید بعد از 25 سال تجربه کار در حوزه توانبخشی اجتماعی و توانبخشی معلولین را در کارنامه کاری خود دارم که با راه مراکز کاردرمانی فیزیوتراپی مراکز آموزش اشتغال ویژه معلولین یکی از قصه های معمی بوده که یک معلول معاشش از چه طریق بخواهد به دست بیاره و باید در این ادامه مسیر معلولیت وسیله برای باجگیری از جامعه نشود و من برای اینکه که یک معلول هستم از جامعه خود باج نمیگیرم به خاطر از اینکه تحمل نشه به جامعه خود که چون من امروزی هستم تو وظیفه‌ت است که به من برسی من اگر امروز اگر جای رسیدم مرهون اون نگریش است که در ذهن ما به وجود آمده در ذهن ما اتفاق افتاده صحیح. من سعی کردم که دنیا را از زاویه هنر ببینم من دنیا را از زاویه توانمندی هایی که در وجود خودم هست هر دو دست ما کار میکنه ذهن ذهن ما فعال است چشم ما فعال است نمیتونم مسیرهای طولانی را برم اما میتونم یک کاری را یک, ف... یک فضایی را ایجاد بکنم که بخشی از او بتونه در درجه اول آرامش بده و من در حقیقت امروز هنر رسامی را نقاشی را پیکر تراشی را و در قسمت صنایع دستی معلولین بخوایم کار بکنیم شاید در این حوزه هم کارهای بسیار زیادی را شاید ما بیش از 15 شغل را ویژه افراد طراحی کردیم و معرفی کردیم که افراد دارای معلولیت میتونه این شغل‌ها را یاد بگیره آموزش ببینه با هر نوع معلولیت یک فردی که نابیناست ناشنواسته حتی افرادی که کم توان ذهنی هستن میتونن شغلایی رو انتخاب بکنن که الزاما پشتوانی دولتی نمیخواد بلکه یک اراده فردی میخواه یک تصمیم میخواه که من از روز تصمیم بگیرم من یا آقای تصمیم گرفتم که یک فرد مستقل باشم در حوزه از اینکه معاش خود را درآمد خود را از فکر خود از کار خود در حقیقت پیدا بکنم و امروز به عنوان ده کارآفرین برتری در ایران من جز کسایی هستم که در اینجا شغلها را به عنوان استانداردترین شغلهایی که برای معلولین میتونه هم جنبه اقتصادی داشته باشه هم جنبه درمانی داشته باشه هم جنبه تفریحی داشته باشه و با این شغلها رو ما ثبت کردیم میتونین نام ببرین بله ما در اکوسیستم موجودات زنده پرورش موجودات زنده کار کردیم که اکوسیستم یک فرایندیست است بلید. که بر سلامت روان یک فرد میتونه تاثیر بگذاره اولی... تاثیر مثبت تاثیر مثبت اولی نیست که فضای زندگیش تغییر میده شما وقتی که وارد پرورش گل های زینتی میشی گل های زینتی اولین چیز است که شما بستر با خاک، نور، آب سرکار داری باید. و دانشی که باید از یاد بگیری که شما باید اطلاعات دانش روزمدت نسبت به تک تک گل ها امروز سواد رسانه ای کلگی دارند که باید. گوشی دستشان است در با یک دانه گل با یک دانه قنچه گل یا گل های آپارتمانی گل های زینتی نوع پرورشش تحقیق بکنه. بکنه نام علمی از او رو یاد بگیره و او رو تکثیر بکنه و در بفروش شده بازار پرورش گل های زینتی یکی خوب. از مشاغل هست که ماده اونجا ایجاد کردیم پرندگان زینتی که جزی پرورش مرخای زیادی هست پانزه نو پرنده هست که ما رو میتونیم پرورش بتیم در خانه میتونیم پرورش بدیم در قفص ساده و امروز بازار صادراتش حتی در کشورهای دیگه هم مقدور هست اه. که ما میتونیم از پرندگان زینتی استفاده کنیم که اصطلاح زینتی یعنی یک مالی را شما پرورش میتونیم که او ارزش مالی داره. شما یک گل معمولی را شما پرورش نمیدید یک گلی را پرورش میدید که ارزش گیاهی داره دارویی داره یک گیاهی را به اصطلاح پرورش میدید که ارزش زینتی داره پس یک پرنده را در حقیقت شما پرورش میدید که او ارزش زینتی داره و با پولی بسیار زیادی فروخته میشه و ماهی های زینتی که در یک آکواریوم ساده در یک جای ساده یک فرد داره مالیت میتونه ای کار را شروع بکنه در خود خانی خودش ای کار را شروع بکنه و این شغلا بخشی از مشاغل ایکوسیستم است که از جریان از باز اتفاقات دیگه میفته شما در یک فرد،, یک فرد معلول مثلا یک فردی که معلولیت داره و همیشه هم محتاج از است که صبح شوه شو شوه همون نان شوه برش بیارن نه. یک کسایی ولی در یک فرد معلول ده دانه یک پرنده زینتی رو بیتین بگین اینمی باید توی را مراقبت کنی پرورش بیتی او ناخداغا او لحظه چون مسئولیتی موجود زنده را گرفته ناخداغا مجبور است که از جایش چون مسئولیت یک موجود زنده بر شما مسئولیت چار گل بگیر اولین مسئله در زندگی یک فرد معلول مسئولیت است و این کار مسئول پذیری، مسئولیت پذیری میاره برای زی فرد که باعث میشه که حرکت کنه و او انگیزه میده انگیزه میده چون هم انگیزه مالی میده و هم انگیزه تعهد داره مسئولیت داره که نسبت به کار ارتباط اون سی با همو دقیقاً کالا من در اینجا میکنم. یک مثال ساده رو بزنم در بین ازمی کار من یک فردی دارای زایی نخواهی بود بله در این برنامه میخوایم به عنوان خاطره بگم که چقدر تاثیر میکن. داره فردی که رانده شده بود از خانوادش بعد از دچار حادثه شدن، زاین نخواهی شده بود، خانوادش ایره رها کرد. یک از مصیبت های معلولین ایست که در یک سن، در یک مقتای بعد از در یک سن که میرسه دوچار حادثه میشه. دوچار یک انتحاری میشه، دوچار یک تکر میشه و امکان داره، این دوچار یک... این معلولیت یک اتفاق ساده است که هر آن برای هر کس اتفاق هر در افغانستان که نخواهی کسی است که در یک لحظه چشم به هم زدن دیگه تو نمیتونی بخیزی دیگه تو نمیتونی هیچ همون قضای حاجت تا نمیتونی محتاج دیگر میشی. این فرد در لحظه اول در هفته اول در ماه اول چندین بار تصمیم به خود کشی خواهد گرفت چون مید که سرباری جان هست برست. این خاطره اگر یادتون نرمه چون دو دقیقه تا باز یک وقفه داریم دو دقیقه فرصت هست بسیار خوب ای فرد یک کسی که از خانواده رانده شده بود و این سکوت اختیاری اختیار کرده بود که دیگه به هیچ کس گپ نمیزد قرق کرده بود با کل خانواده چون از خانواده هم رانده شده بود و در یک به تنهایی زندگی میکرد یک وضعیت بحرانی یک وضعیت بحرانی به یک افسردگی شدید دچار شده بود اما بعد از اینکه سر کار پرنده ها آمد پرورش پرنده ها آمد این رو ما رصد میکردیم همیشه دست نظر داشتیم اما دیدیم همین فرد کم کم با همین پرنده ها ارتباط کلامی برقرار کرد درد دل گپ میزنه دنیا جفا کرد زنیم جفا کرد اولادیم جفا کرد همین گپ زدن باعث میشه تخلیه شد کم کم میفهم که کی روحیه شده و برگرده بزنگی. و برگرده به روزهای اولش به خودش فکر کنه با خودش قهر نکنه با جامعه قهر نکنه ببینید یک ابتدایی ترین تاثیر یک است که روی کارشناسی شده رویش تحقیق شده و چه بسا کو پرنده هم اگر گپ بزنه چقدر باز بر از او تاثیر میگذاره که او, او میتونه روی روان و روح از او هم تاثیر میگذاره یک خاطره بود که من فرد دیدم بعد از اینال امروز او فرد یکی از سادارهای بچه های معلولین ماست که به اصطلاح 200 جفت پرنده داره و امروز پرورش میتوه و از کنار از او میتونه بکنه نه تنها خودش سر پای خودش استاد چهار نفر دیگر در اختیار خودش گرفته دیگر هم. و امروز او کسی که ناامید بود چهار دفعه تصمیم گرفته بود که بله. خودش بکشه از بین ببره ولی امروز چهار نفر دیگر او تا اونجا استخدام کرده و کار میکنه بر بسیار گپای دلنشین و آموزنده زدین جناب استاد جعفری بازم هست در خدمت شما هستیم انشالله که بعد از یک درنگ و وقفه کوتاهی گردیم خدمت شما از شما بینندگان عزیز و گرامی سپاسگزاری میکنیم که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردید دعوت میکنم شما را به تماشای یک میان برنامه مهدي المهدي الله عليهم صلوات الله عليهم صلوات, عليه. صلوات الله صلوات الله صلوات الله عليهم أجمعين. بلي vale. همراهان گرامی امشب خب در خدمت مهمان بسیار گرامی و ویژه هستیم اجازه بدید که من کمتر گپ بزنم و از زبان ایشان بشنیم که گفتنی های بسیار بسیار شنیدنی و دلچسب بیدار جناب استاد جعفری ما در کشوری از کشور تعلق داریم که متاسفانه علاوه بر معلولیت های طبیعی و مادرزادی بر اثر جنگ های دهه ها و حوادث بسیار بسیار غمبار انتحاری و مینهای های چسبکی و دیگه دیگه چیزی که باز برمیگرده به با همین وضعیت جنگ و ناامنی حدود دوازده درصد از مردم ما و شما دوچار معلولیت هست میخوایم ادامه رو به این سمت و سو بکشانیم اجازه بدید قبلش ما شعار امسال که سازمان ملل متحد برای روز جهانی انتخاب کرده خدمت شما قرائت کنم پیش به سوی دنیای فراگیر دسترس پذیر و پایدار بعد از بیماری کرونا با راهبری و مشارکت افراد دچار معلولیت شما در پیشتر گفتین که بعضی از کشورها بعد از اینکه این منشور در این روز در 1992 تصویب شد و منشور در 1999 اگر من اشتباه نکنم صادر شد منشور سازمان ملل در حمایت از معلولا بعضی از کشورها خود به یک وضعیت رسانده که دیگه این دسترس پذی، دسترسی پذیری چنان به قاعده شده که دیگه نیاز به حمایت ویژه نداره معلولا و نیاز به قانون خاص نداره ولی خب ما وقتی که نگاه میکنیم به افغانستان با توجه به میزان زیادی از معلولیت که چند درصد از میزان جهانیش زیاده ده. جهان فکر کنم ده درصد افراد معلول هست ولی در افغانستان دوازده درصد چی راهکارهایی برای کاستن از رنج معلولان و مشکلاتی که از این محدودیت و معلولیت گرفتار اونا شده پیشنهاد میکنین؟ واقعا جای تاسف است که ما در دنیا هم دو درصد بیشتر معلول داریم از بسیار دو بیشتر از آمار, جهانی, از آمار جهانی ما و او هم خودتان میدانید به خاطر عدم بهداشت بهداشت عمومی که وجود داره بله. و ولایت های بسیار غیر طبیعی که با وجود می چه به خاطر امراض و به معلویت های اکتصابی و مد... معلویت هایی که برای سر جنگ ازدواج های فامیلی هم هست گفتیم که برای این مسائل وجود خوب ولی امیدوار که در شعار جامعه جهانی هست یک بخش عمدهش است که همت باز فردی خود مشارکت افراد دارای معلولیت را در ساختار بهسازی و همزیستی مسالمت آمیز و سلامت اجتماعی خودش خود, معلول مل... خود را مسئولیت داده و در جامعه افغانستان بلد. هم امروز ما اقدیم برزیست که ما فعلا بارهای جامعه جهانی نمیتانیم همسوشیم کشور خیلی ما پس مانده و عقب است. کشور ما و مملکت ما مردم ما زیر مملکت ما بلاز اقتصادی بلاز توسعه اجتماعی هنوز جای کار و بسیار جای کار داره ما اقدیم بر که ما مشارکت معلولین و نهادهای های مدنی معلولین را باید مورد توجه قرار بدیم یکی از جاهایی که میتونه وضعیت خود معلولین را بهتر بکنه خود معلولین هستند یک شعار است میگه که برای معلولین با معلولین یعنی در ساختارهای اجتماعی در برنامه های اجتماعی حتما افراد معلول را در کنار های اجتماعی برنامه های انکشافی در برنامه های تعلیمی در برنامه های توسعه اجتماعی یک فرد معلول از یک نهاد معلول در اجرای از برنامه حتما کمک گرفته شود و در امسال هم مسئله روش تحقیب شده برنامه است. برنامه است. و ما از دولت مردای خود کسایی که امروز در جامعه ما مؤثر هستند مدیریت حوزه اجتماعی رو بر حال در زیر ساختار رو بر حال در دست خودشان دارن از این توانمندی غافل نشوند این معلولین مخصوصا ارگان ها و جامعه مدنی معلولین ما ما الحمدلله در تمام ولایات انجمن های معلولین بسیار یک از انجمن های فعال است سرپا و فعال فعال هستند چون و نیاز دارند در دا اون مجموعه ها و به او, او تشکل ها و ما میفهمیم که در تشکل های معلولین ما در تمام ولایات خب هیئت مدیری از و انجمنی که به حال بر مدیریت داره اشراف داره بغیر غیر از دغدغه ای از اینکه امروز مشکلات مالی هست زمستان در پیش روست بسیار مشکلات معیشتی مردم دارن واجه و جای خودشان از طرف دیگه ما برای توسعه اجتماعی و برای برنامه ریزی برای زیر های اجتماعی از این کشور ما ملزم برزی هستیم که بتانیم برنامه های هدفمند و قانونمند را معلولین خودشان تمام کسایی که در رأس امور معلولین قرار دارن برنامه های مدونشان را در, در وزارت خانه های راه بتن که در برنامه های انکشافی حتما وضعیت معلولین اینا پیگوری مدنی بکنن و من یکی از راهکارهای ازی که میدانم که معلولین خودشان اینی در افغانستان تنها کسایی که میتونن می وضعیت تغییر بتن خود معلولین و انجمن های معلولین هست که امروز باید در کنار هم یا قرار بخاطر وضعیتشان هم که شده باید در کنار هم قرار بگیرد خب ما کار اجتماعی زیاد کردیم کار مدنی زیاد کردیم کار فعالیت در حوزه معلولین کار کردیم دوچار مشکلات ما همیشه هستیم حالا از اختلافات فردی بین معلولین گرفته تا اختلافات مسلکی و مسائل از است ولی به خاطر آبادی از ای کشور به خاطر از اینکه ما بتانیم نسل ما اولاد ما مردم ما معلولینی که باز هم قطعا خواهد آمد و اوهایی که امیال, هستن هستند بله. امروز یکی از راهکارهای از که هر انجمن می است که برای از امو ولایتی که در اینجا معلولین بدخشان معلولین بغلان مجموعه مجموعه که دارن انجمنی که دارن همونا سالانه هفتگی ماهوار که جلسه دارن سر سال یک, یک شعاری را استانی ولایتی دمو توانمندی های خودشان در نظر متناسب بگیرن با... متناسب با وضعیت ولایت متناسب بومی, بومی یکی از راهکارهایی که میتونم تمام ولایت را و مردم را کمک بکنه برزو ایجاد و یا ساخت یا به سمت رفتن یک شعار بومی است و حرکت کردن حرکت های بومی که ما باید زیر ساختای های حرکت های بومی را در هر ولایت ما همه جا را خب او دولت وظیفش است که یک بودجی برابری را در تمام ولایت در نظر بگیره به نسبت تعداد اعضا و افرادی که داره علی. و یکی از ویژگی است که کانون های مدنی جامعه مدنی معلولین قطعاً به راهکارهایی را در اونجا ایجاد بکنه از سازمان های های خارجی که در ازوا دونر خارجی که میتونه بر ازوا کمک بکنن برای دسترس پذیری خود همون ولایت یک تلاش مضاعف بومی بکنن به قبل شما این خیلی کار پیش میبره ما نمیتونیم با قانون جهان پیش بریم ما با قانون خود ما میتونیم با قانونی که خود ما درک کردیم من میفهمم پیش خانه ما من برای مناسب سازیش چه متراژ نیاز داره و مرا برای رساندن یک فرد معلول تا سر سر سرک عمومی چی نیاز داره که برای دسترس پذیری چه همت جمعی میخوای؟ یا وارد یک مثلا اداره بسترشن. شدن چی امکانات لازمه که یک معلول بتونه میخواستم باز به پیشنهاد به تمام کسی در رأسی برنامه های از دست است من میگم که یک افتخار است که شما بخشی از مشاورین تان در این بخش چون ما 12 درصد مردم معلول هستند کم توان هستند و این مسئله یک نیاز یک نگاه ویژه نیاز داره تمام کسایی که در امروز در رأسی حکومت قرار دارن چون شعار ما اسلامی است هدف ما اسلامی است و حرکت ما اسلامی است ما به تمام کسایی که امروز با خط اسلامی حرکت میکنه میگم در جامعه ای که مسلمان هست یک مسلمان نباید خار شود و کرامت انسانی کرامت قرآن کرده قرآن تاکید کرد ما امروز کشور اسلامی ما باید سمبولی کرامت انسانی در جهان باشه که امروز ما شعار میتیم برسه و قطعا باید به همین سمت کلگی ما بتونیم دست در دست یک دیگه بگذاریم و این کار را از تجربیات کسای دیگه هم استفاده شد. از تجربیات ولایت دیگر میتونیم از نخبگان معلولین استفاده شویم از کسانی که در این قضیه قلم زدن قلم زدن خور دل خوردن تجربه های نخبگان معلولین را در حوزه توسعه اجتماعی نادیده نگیریم حرکت های مدنی جامعه معلولین را نادیده نگیریم اونها تقاضاهایی که دارن تقاضای فردی نیست تقاضای جمعی است و از نهادهای مدنی هم خواهیم که تقاضاهایشان از چارچوب خواسته های فردی تقلیل بتن و بتن به و بین ارتقا به خواسته های جمعی تر درست. که ما میتونیم انشالله یک کشوری داشته باشیم که این وضعیت بهبود پیدا بکنه ما بسیار افرادی را در افغانستان بسیار تلانایی را چه در مخصوص نمونایش فقط میخوایم یک مسئله را چون با چشم خود دیدیم علی. یک از ویژگه هایی که ما در افغانستان دیدم همت معلولین بانوان دارای معلولیت بوده که امروز زنان دارای معلولیت حتی در یک سری ولایات از سایر ولایات پیشی گرفتند در صنایع دستی در تجارت پیشگی در کارهای خانگی و ای برای من یک جای افتخار است و معلولین بانو و خانم و زنان دارای معلولیت را من سمبول نماد مقاومت واقعی یک کشور میدانم درست بسیار عالی جناب استاد گرامی یک دو دقیقه فرصت هست من میخوایم حسن ختام برنامه با بعد هنری شما پایان برسانیم همکاران میگه که کمی وقت فرصت بیشتری با ما دادن حدود چهار دقیقه فرصت هست با تشکر میکنیم از اتاق فرمان اگر در قسمت صحبت هایی که درباره افغانستان بود اگر نکته هست که بفرمایید اگر نه من سوالی بعدی رو مطرح کنم خواهش میکنم بفرمایید خب شما به عنوان یک چهره هنرمند که خودتون اشاره کردید در حوزه نقاشی و رسامی و پیکرتراشی فعالیت دارید از این هنرتون برای ما یک مقدار بگین واقعیتش هنر نقاشی شاید خیلی به تمام کسایی که به دنیا می در دوران طفولیت هیچ کار نکرده باشن یک دفتر رسامی بله. این تمام کودکان ما تمام اطفال ما و پیش از آموزش در درون خودش یک آفرینش وجود داره همین قسمت بعد که شما اما لطفالی که در خانه است شما میفهمین هست بخ... فش از او یک پنسل بانین یک کتابچه سفیدی سفید جسارت یک فرد را در نوشتن نمیبینیم جسارت شد در, در, خلق یک شکل میبینیم و ما این خودم جناب استاد تجربه کردیم بهترین تحفه ای که برای یک طفل دو سه سال میشه داد همین یک کاغذ سفید و یک دو س... چند تا پنسل رنگ است که چقدر خوشحالی را در چهره ای و شور و شرف را در چشمایش میشه دید من اشاره مستقیم میکنم که ما در هنر خود ما چون یک بودش میفهم که هنر اسلامی بله؟ یک بخشش بخش هنر اسلامی هنر یک هنر بسیار شکوفایی است یک هنر بسیار ام انکشاف پذیر است تو سهمند است میشه او را بارور کرد آرامش بخش هست و از طرفی من توصیه من دوستایی که این جسارت در وجود همه هست و این جسارت را نادیده نگیرن در اطفالشان بگذارین یک روزی یک نقاش بسیار کلان میگفت ای کاش بعد از این به نظر پیکاسوسته میگفت که من آرزو میکنم که که همه مشهور شدم آثارم بینان مللی شده جهانی شده و من فرد مشهوری در سبک و سیاق خودم هستم ای کاش من میتونستم رسامی های دوران کودکی خودم را پس دوباره امروز میکشیدم چون امروز من با قوانین سر کار دارم نمیتونم ولی امروز با احساسات خود میکشیدم و من فکر میکنم یک بخشی از زیبایی های دنیا است که از زاویه حس و درک واقعی کشیده شود رنگ ها سواد بسری ما امروز میتونه کمک بکنه برای اینکه ما کشوری معتدل شیم و یک هنرمند هیچ وقت جنگ نمی کند. یک هنرمند سفیر صلح جهان است دست به و... نمی و, دست به انتحار نمی زند تنها جایی که انتهاری که از دز او ش... اتفاق می افتد مغز از اوست و حاصل از او رنگارنگی دنیا است دنیا. و دنیا را برای انتحار با انتحاری که می کند دنیا را زیبا می کند و من فکر می شاید یک بخشی از نگاه همه ای باشه و عقیده می که هنرمندان مهاجر و هنرمندان افغانستان و هنرمندانی که در سرتا سر, سر دنیاست بسیار بسیار هنرمندان قریبی هستند که و اونا آثارشان کمتر دیده میشه و آثارشان مورد قضاوتهای بسیار نامهربانانه قرار میگیره. امیدوارم یک روزی در افغانستان خود هنر و بتانه جایگاه واقعی خودش را به منزله یک کشور توسعهمند یک هنرمند ما امروز در رأس صلح جهان در رأس یک وزارت ای که به آرامش را به افغانستان ما از مجرای هنر و از ابزار هنر به دنیا و جهان عرضه بکنه و برای مردم به خودشان عرضه بکنه بسیار سپاسگزار هستیم جناب استاد جعفری از حضور شما در برنامه به وقت بیداری تلویزیون جهانی هادی که وقت گذاشتید بسیار استفاده کردیم از های شما گفتگو بسیار دلنشینی بود امیدواریم که در روز جهانی معلولین که 3 دسامبر هست برای شما و همه کسایی که به نوعی به هر صورت ظاهرا دچار معلولیت هستند آرزوی سلامتی و موفقیت میکنیم و شما بینندگان عزیز و گرامی که در طول برنامه تماس گرفتید و ما نشد امکانش نبود که در این برنامه, برنامه به صورت مستقیم باستاب بدیم و همین قسم برنامه ظهر ما و برنامه روشنها که در باره این روز بود روز جهانی معلولین به صورت بیجانامه تقدیم شما خوبان شد با ما مرتبط شدید و تماس گرفتید از شما جهانی سپاسگزار هستیم این دیدگاه های شما برای ما بسیار بسیار ارزشمند هست و ما حتما اینا را خواهیم داد از کشورهای مختلف از آمریکا از ایران از افغانستان و جاهای دیگر تماس در برنامه مخاطبان عزیز ما انجام دادن و سپاسگزاری میکنم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید من قاد اما 40 خطوه غفر له ما تقدم من دنبه. این مخاطبی حدیث کسایی هستند که ظاهرا سالم هستند و دچار نقص عضو و معلولیت نیستند وظیفه پیامبر وظیفه اینا رو خاطر نشان میکنه میگه کسی که به کسی که نابینا هست قدرت بینایی نداره چشم خود از دست داده کمک کنه چند قدمی چهیل قدم در این حدیث آمده او را کمک کنه که راهنمایی کنه که درست رایش بره به برا، راه و به چا نیفته خداوند همه گناهان گذشته شه می بخشه و ما حواس ما باشه فکر ما باشه که وقتی که با یک کسی که دچار معلولیت هست میخوایم برخورد کنیم در قدم اول او انسان هست کرامت انسانی او را در نظر بگیریم و از سر احترام نترحم با او برخورد کنیم با او گپ بزنیم با او رفتار کنیم همراه با مهمان عزیز برنامه جناب استاد محمد حسین جعفری با شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون هادی می میکنیم و شما را به خداوند متعال سپاریم خدایا رو نگهدارتان باشه